بعد اینجای با تهران دادا جون خوش خوشه شبا میری در بند و شمران دادا جون. شام چی داریم؟ امشب شام چی داریم؟ مهمون داریم ما. سلام، احوال شما خوبی؟ انشالله که همیشه شاد باشی. امشب خونه ما مهمونه، خیلی هم شلوغه، شما من باید مسکه درست کنم. امشب قرار اشکنه من برو دوتر به شما برسم که اومده با ما همراه باشی. مگه نشنیدی میگن ماه پس ابر نمیمونه؟ برای درست کردن یه شام محلی نیاز به مواد اولیه ارگانیک هست، مثل گوجه، فلفل، بادمجون. اینا رو همه رو میتونیم تو باغچه خودمونم بکاریم. من مواد اولیه غذام آماده کنم. اینم یه مقدار هیزم برای آتیش. اینم مواد اولیه همون گوجه، قارچ و سیب زمینی. اول قارچ ها رو شستم، بعد اینا رو من سعی میکنم خوردشون کنم. بعد از اینکه خوردشون کردم اینا رو سیخ میزنم، سیخ چوبی. آماده که شد اینا رو کباب میکنم. ولی خب امشب تمرین میکنیم که از این به بعد اگر تو خونه خواستیم غذا درست کنیم برای خانواده، حداقل بتونیم یه غذای خوب درست کنیم. غذای ساده هم هستش. خدا کنه فقط موفق باشیم. یه خورده نگرانم، استرس غذا، چون من بیشتر غذا میخوردم، ولی امشب باید غذا رو درست کنم. سیخ چوبی، قارچ ها معمولا خیلی حساس هستن اینجوری. آقا خیلی باید با مهربونی باشین صحبت کرد.
این از مرحله اول پیشغذامون قارچه آماده است. بریم سراغ مواد بعدیمون که سیب زمینی ها هستن. سیب زمینی رو بیشتر ما آتیشی دوست داشتیم، دوست داشتیم که سیب زمینی ها زیر زغال باشن و کباب بشن، ولی این یه مدل جدید هستش. ما البته اینا رو دور نمیریزیم، فکر نکنید اسراف میکنیم، اینا رو توی شام سیب زمینی ها رو مکعبی اینا رو خرد کردم و شروع میکنم اینا رو اینجوری سیخ زدم. یه خورده هولم من، ببخشید. آها، اینجوری و شروع میکنیم کردن. میتونید بهش ادویه بزنید، میتونید بهش نمک بزنید و میتونید این کارا رو نکنید، ولی هر چیزی که میلتون هستش. قصد ما این هستش که به صورت ساده بتونیم پیش غذا درست کنیم و همه بتونن انجام بدن. غذاهای محلی سرشار از ویتامین بوده، غذای محلی ارگانیک بوده، غذای محلی ویتامین داشته و کاملا بهداشتی بوده و مفید برای بدن، چاقی نمی آورده، دیابت نمی آورده و هزار تا حسنای دیگه ای داشته. و اما مواد بعدی، گوجه. گوجه، گوجه باقی، گوجه ارگانیک چه طعمی به غذا میده، خیلی خوشمزه است. با عزت من گوجه ها رو آماده کنم. اینم گوجه باقیمون، قارچمون آماده است، گوجمون آماده است، سیب زمینیمونم آماده هستش. خب تا حدودی من کارم آماده هستش، موادمونم آماده هستش. تا شما یه برنامه ببینید، منم فرصتی دارم تا بتونم اینجا رو مرتبش کنم، غذامو آماده کنم. قرار هستش این غذا در کنار اجاق همینجا سرو بشه و با مهمونای عزیز غذا رو میل کنیم. شما هم با ما باشید. سلام، آیا شما هم مشکل دکوراسیون دارین؟ آیا شده تا به حال به این فکر کنین که چه دکوراسیونی مناسب منزل یا محل کار شماست؟ اصلا جای نگرانی نیست. ما به شما کلینیک تزئیناتی هزاره سوم را پیشنهاد میکنیم. کافیه با کلینیک تزئیناتی هزاره سوم تماس بگیرین تا مشکل شما به بهترین وجه ممکن حل بشه. این کلینیک با بیش از 16 سال سابقه و کادری مجرب، یکی از کاملترین و لوکس‌ترین دکوراسیون‌های ساوه رو دارن. حتما شما این دغدغه رو داشتین که برای بازسازی منازلتون دنبال یک اکیپ ساختمانی و تأسیساتی خوب و حرفه‌ای بگردید. از طرفی هم زمان کافی برای جستجو و انتخاب این گروه رو نداریم. ما اینجاییم که به شما بگیم دیگه نیاز نیست وقتتون رو هدر بدین و با ما بهترین انتخاب رو داشته باشید. کلینیک تزئیناتی هزاره سوم این اطمینان خاطر رو به شما میده که 0 تا 100 پروژه های شما رو در اسرع وقت با بالاترین کیفیت و قیمتی مناسب برای شما انجام میده. خوبه به این نکته هم اشاره کنم که مشاوره با کلینیک تزئیناتی هزاره سوم برای شما عزیزان رایگانه. کلینیک تزئیناتی هزاره سوم با مدیریت مهندس محمد مهدی مجتهدی، نشانی ساوه میدان شهدا خیابان امام خمینی کوی امام هشت. خیلی خوش آمدید. بفرمایید، بفرمایید. سلام. سلام امید جان. دست شما درد نکنه. چطوره؟ خیلی خوشحال شدم. زحمت کشیدید. قابل شما رو نمیشم. به 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 جان مهندس. دست درد نکنه. خیلی خوشحال. بفرمایید. زحمت نبود. بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید. ببرمید، بسیار عالی، بسیار خوب. بفرمید خواهش کنم، بفرمید خواهش کنم. بخ بخ بخ. خب این از غذای پیش غذامون آماده است. خدمت شما عرض کنم که یه دونه قارچ، یه دونه سیب زمینی و یک گوجه برای هر بشقاب عزیزم. جا
جان سلاش. بله. آقای سپهسالار تشریف بفرمایید. متشکرم. در شما نکنه. نه بیزیاد. خدمت شما. متشکرم. بله. تو تن حسابی افتادی تو زحمت. خواهش میکنم اختیار دارید. این جناب تنهایی گفتم خیلی با کلاس برخورد کرد. آره آره. این مال آقای آقای بسام لطفا. آقای یه گوجهش افتاد اونجا. باشه اون برای نیمه دومه. دیگه ببخشید تو رو خدا دیگه. خواهش میکنم. شما کارتو بهتر انجام میدادی عذرخواهی نمیکردی. بهتر نبود. سلام آقای پاشا. من دیگه این رستوران نمیام. خیلی برام. خب میل بفرمایید. سس هم آماده هستش. خب بفرمایید. خواهش میکنم من اینجا دوست دارم که در کنار شما باشم و غذا رو از اینجا براتون سرو کنم. بفرمایید. بفرمایید. این چیه؟ جان روغن زیتون. آره اگر غذا نره پایین یه قطره از اون اگه میل کنید لیز میشه غذا کامل میره پایین. اون نداره تا خالی سیده میشه. گفتم برات چی رو؟ اولین بار یکی از دوستان عزیز ما بلند میشه میره برای اولین بار تهران پیتزا بخوره. علی جان یه ذره سس به من بده. به محض اینکه میره تو پیتزا فروشی خب بعد بس 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 میگه آقای گارسون یکی میگه چی میخوای؟ میگه میخوام بگم نون زیادم بیارم من سیر نمیشم. میگه بابا صبر کن اول غذا رو بیارم ببینیم چی بعدا نون بخوام. بفهمم بفهمم عالیه. از این غذای استعدادار حمید جان خب برای میخورید؟ صداش دارم. آره لطفاً همه با هم هم یه دو سه. صدا سیب زمینی میلیه قارچاش چیه؟ صدای قارچا بعدن در میاد. من کاملا موافقم. سرمان نخوری آشت فسادا گوجه هم میتونیم بخوریم. نه 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 سوز بذاریم یا نه رو گوجه. بله بله بله. البته بسیار ممنونم از شما ولی آمراه این پاچه زنگار چی رو باید بخوریم؟ گوجه رو اینه. بله انا خالص همینجوری دیگه. خدای خوشمزه. ما اینجا تشکر میکنیم منتها بعد که بیر مرداری میکنن حرفای درست. بله بله صدادار آقا زحمت کشید غذای میگونه نداره. قاسم بفرمایید. قاسم نه خدایش ممنونم. ما خیلی وقت بود سیب زمینی کبابی یادمون رفته بود. دوست عزیزای بشم با اون خدا رو شب قارچ روشم دیدی میدید جیگرگی با قلمو. آن آدم فکر میکنه با قلمو جیگر رو مالیدن رو سیخ گذاشتن رو منقل. آره دقیقا اصلا سیخ رو نشون دادن به جیگر بودن. خب این از پیش غذامون با شام ساوهی در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. پیش غذای خوبی بود. یه مقداری متفاوت بود. شاید من فکر نمی کردم که بشه با چوب روی آتیش حالا قارچو میشه گوجه هم همینطور ولی سیب زمینی خب واقعا یه مقداری سخت‌تره تا آماده بشه. به عنوان یه پیش غذای متفاوت که حدس نمی زدم اینجوری باشه به نظر من پیش غذای خوبی بود. خوشمزه بود. من لذت بردم. جدایی از اینی که خب وقتی آدم مهمان میشه میره یه جا طبیعتاً غذایی رو که میزبان آماده میکنه نوعش و مقدارش مهم نیست. کنار هم بودن یه غذایی رو میل کردن از اون دوستی و فضا لذت بردن به نظرم خیلی بیشتر کیف میده.
به خصوص در کنار دوستان شادی مثل گروهی که ما داریم. آره آره، من کوبیده وقتی میخورم با گوجه کبابی، گوجه کبابیش بیشتر به هم حال میده تا کباب کوبیدش. گوجه ها خوشمزه بود، اصغر زحمت کشیده بود دستش درد نکنه، من لذت بردم، خیلی 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 خوشم اومد. آقای تنهایی میزبانیشون خیلی عالی بود، اصلا انتظارش نداشتم پیش غذایی به این شیکی و با کلاسی. من گفتم الان سیب زمینی رو میکوبه توی یه ظرف، سیب زمینی کوبیده با سس بهمون میده. اما دیدم نه، آقای تنهایی واقعا آشپز شدن این چند وقتی که دستمخشون نخورده بودیم، پیشرفت خوبی داشتن. تشکر میکنم، همه چی خوب بوده تا الان، خیلی خوش گذشته. از این به بعدم که مطمئنم خوش میگذره. تشکر میکنم از آقای تنهایی، خیلی خوب بود، با روحیه باز ما رو پذیرفتن. درباره پیش غذا هم که بگم، البته مقدار سیب زمینیش صفر بود به نظر من، بقیهش خوب بود، قارچ و گوجه فرنگیش خوب بودش، سیب زمینی یه مقدار صفر بود. اگر یه مقدار کمی نمک بزد، با اینکه برای ما نمک خوب نیست، اما اگه مقدار کمی نمک میزد خوشمزه تر بود. من اینطور میپسندیدم، حالا دیگه دوستان دیگه نمیدونم چی جور کرد، اما با سس که ما خوردیم بد نبودش، خیلی خوب. با سلام مجدد، شبتون بخیر باشه. بریم سراغ غذای اصلیمون که یک غذای محلی است به نام اشکنی. و ما مواد لازم: پیاز، رب گوجه فرنگی، سبزیجات خوش مثل شوید، نعنا و تره کوهی، روغن، سیب زمینی، گوجه و تخم مرغ. اول روغن رو می‌ریزیم. بله. بعد از روغن پیاز خرد شده‌مون رو می‌ریزیم و تفتش می‌دیم. تا پیازمون تفت پیدا کنه من سیب زمینی ها رو خورد میکنم. اینجا بذارم که دستم بازتر بشه. یه مقدارش رو خورد کردم و اینا رو هم به صورت حبه‌ای خورد میکنیم. بله، پیازمون تفت داده شد. حالا سیب زمینی هامونو تفت میدیم. یه غذای محلی خوشمزه. همزمان که اینا رو تفت میدیم، تا تفت بگیرن من گوجه ها رو خرد میکنم. این هم رو به گوجه فرنگیمون و حالا تفت میدیم. شعله خیلی آروم. یه غذای محلی، چه بوی، چه طعمی. و حالا سبزی ها، سبزیجات خوش شده رو بریزیم به مقدار لازم و باز هم تفت بریم تا خوب رنگش به غذا بیاد. و زردچوبه، چه بو عطری داره زردچوبه. و باز هم میزنیم تا خوب مواد آغشته بشه، رنگ و طعمش به غذا برگرده. و حالا میریم سراغ گوجه. اینم گوجه‌مون. وقتی تفت داده بشه حسابی رنگ و بوی غذا خودش شکل میگیره.
الان موقعی رسیده که ما آبو بهش اضافه کنیم. خب و در ادامه ما درب قابلمه رو میذاریم به مدت 20 دقیقه بجوشه تا ما بعد تخم مرغ بهش اضافه کنیم و نمک رو اضافه کنیم. فعلا خب دوستان، غذای اصلی ما آماده است، اشکنه. حالا درب قابلمه رو بر میداریم ببینیم که آماده شده. بله الان وقت اون شده که ما تخم و مرغ ها رو بشکنیم. بله و اینم آخری تخم و مرغمون. چند لحظه صبر بکنیم تا تخم و مرغ ها بپزن آماده بشن، خودشون رو بگیرن و در مرحله آخر ما بهش نمک اضافه میکنیم. و باز درب قابلمه رو میذاریم، چند لحظه صبر میکنیم، 5 دقیقه صبر میکنیم تا غذای ما آماده بشه. زیلا بود، تالا پخته بود. خب ته بیا دیگه، شکم آگه غرغر افتاد. اینم از غذای امشب. به 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 گوش که خیلی سوخته توش با نه خیلی کاملا معلوم آبش چیز بزیر کم گرم شی. خب معذرت مام، در نمیبندی جان؟ چرا الان درم میبندی؟ حد محکم نه. آره خدمت شما، قضامون اشکنه است. میشکنه است. آره آی سالا دو خط خیلی از من برای من نه نه بار شما. خب بح بح چه بوبرنگی. خدمت شما جان سالا. شد این مالا بابا، این عین کاسه دولته، اعتراض کردیم تخم مرغشم رفت. واسب کن این منم نداره. خدا وکیلی انگار بیجابر انداختی تو وای تکس لیه شده باشه. منم نداره که تخم مرغ. تخم مرغ بسته دیگه بود. من یاد دهک‌های پایین جامعه افتادم. بسته تونه دیگه. بخورید. روزا خوشتونه. ولی الحق و الانصاف خیلی خوش میدونم. با پیاز بخورش ساعت باشه. من میترسم تعریف نکنم آبشم بپنه. نه 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 ببینید، اولین غذایی که من درست کردم، اولین غذای درست حسابی که من درست کردم همیشه تخم مرغ بوده. اولین غذای درست حسابی. آره بخورید همین بخورید. آقا من اسکینه رو با نی میخورم. بخورید. دلم یا بخورم دستم تموم شد. خب نه خوشمزه. بخور. دشمن شادم نکنید. بخورید. آقا سیب زمینیاش خوردنی. خوردم. مداد نانه. نونو بدیم و نونو بدیم و نونو بدیم و نونو بدیم. نون بده نون بده. به 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 سنگک. آها. تلیت کن دیگه باشه. غذای امیر کویته. بخور دبی. خدایا شکرت. به 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 فلفل مرغ رو از کجا خریدی؟ مرغ اینجا نگه هم داریم.
چی جوری بهش میگی بی زرده تخم کنه؟ دیگه بالاخره دیگه باش صحبت کردم گفتم امشب مهمون دارم. گفتم من خیلی هنر کنم دو تا تخم مرغ بیشتر نمیتونم بدم. گفتم مهمون دارم. زور زده دو تاش بی زرده. پس این کدبانوهای تلامنگ چی جوری تخم میکنن این هوا در میاد؟ دیگه بالاخره زحمت میکشن بچون. نه دست درد نکنه. خیلی خوشمزه. نعنا پونه هم خودمون کاشتیم. بخورید نخوریم فلفل هم از باغچه خودمونه همش هم ارگانیکه نه فلفل هم معلومه خود ایوانی هم دادی من اشکنه چقدر خورده بودی خدمت تو عرض کنم که خدا رفتگان شما رحمت کنه من بعد از اینکه نن بزرگم فوت کرد دیگه اشکنه نخورد خدا رحمت خدا رحمت اشکنه هم اشکنه های که اونا داشت اشکنه قدیم چیز دیگه بود آخه آقای سالار ما بچه محل قدیمی زیاد ما هم تفاوت سنی ندارید نه نه این فقط بنده خدا یه ذره چون فرنگی بوده درد سرش زیاد بوده یه ذره موهاش ریخته نه 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 اونو میگه در حقش خیانت کرده شامپوش عوض کرده آقا از خوبی های اشکنه بگو چه فایده هایی داره؟ همه از این قاشق هایی کرده چیشنه فایده تا آخرش اما پیزا میتونه نه چه به درد میخونه بخونه هیچ شکم آدم بوده بوده چرب و فشار خونی نامیگیری این لذت داره خدایش این آبش چوش اومده بوده آره خیلی خوب بود خیلی خوشمزه نه خوشمزه است آره. دقیقا فایده اشکنه تو چهره آقا میتونی ببینی آره دستور تحییش حتما ایگاش دوتا عکس میگرفتیم محمد سالار قبل از اشکنه محمد سالار زیاد فرق کرده من اشکنه که فرق کرده نه من میخوام ببرم یه مقدارشو نه انقدر با عشق میکنه من هر دفعه نگاه میکنم کاسه میاد شاید غذاش فرق میکنه با من اینجوری میخوره همیشه نصف غذاشو میبره خونه بعدش میگم برای چی میبریم میگه یادگاری از گذشته است خب امیدوارم که خوشتون اومده باشه خیلی خیلی زنده باشید منم لذت بردم از اینکه میدیدم شما واقعا این غذای اشکنه رو چجوری دارید با لذت میخورید خیلی آره رو منم تحصیل خواهش بکنم دوستشون تو دوستای عزیز اینم از شامون یه فرصت کوتاه داشته باشیم تا بعدن ببینیم برنامه بعدیمون چی هستش با ما همراه باشید کلی براتون برنامه در نظر گرفتم خب دوستان عزیز امیدوارم که تا اینجای برنامه بهتون خوش گذشته باشه شما چطوری دوستان عزیز؟ عالی حالتون چطوره؟ خوبه خوش گذشته؟ آره شام شامه؟ سوهی و اما امشب دوتا مهمون خوب و هنرمند در کنار ما هستن که میخوان ما رو اینجا به وجد بیارن با موزیک زیباشون جناب دوست عزیزم جناب آقای شهاب کیهان بله دارانشون و دوست عزیزم صادق محمدی خب شهاب شد در خدمت شما هستیم مرسی از خجان و بقیه دوستان از اینکه من دعوت کردین با سادی جان اینجا ممنونم ازتون شعر این آهنگ از آقای سید مصطفی بشیری هست و من خواهشم از شما اینه که این در پایان هر بیت جمله کمبلاش رو شما با من به عنوان گروه کور تکرار کنید باشه ابه جون کمبلاش اگه اجازه بدید ما چند تا چوبک داریم برای بازی ریتمیک هستش من بدم به دوستان که با شما همراهی کنن بسیار عالی میشه مرسی این حرکت چال اشکنه رو پر میکنه بابه جون صد دفعه گفتم پینی رو کم بلاش بابه جون کم بلاش بابه جون کم بلاش آشوها دیده رو امساده ببردن هم جاش بابه جون کم بلاش بابه جون کم بلاش این نمازای ریایی بزنه ور کمرش بخوره توی سرش او کی ورجین میزنه مال حرم یواش یواش بابه جون کم بلاش
ببه جون کمبلاش مثل دود از دوارا میره بلا پیچه تله به چه بود میره پله ایسا از بخور بخور بیبی ورم کرده لواش ببه جون کمبلاش ببه جون کمبلاش خونه بیچاره و مسکین میکنه هرتولوی گاهی وقتا هم با نی خجالت سرش نیمیشه این فلانی از خداش ببه جون کمبلاش ببه جون کمبلاش یه ایمانی برفته ترون ترونی اف میزنه میگه مامی و ننه افتخار زبون سووهی و سوویهاش ببه جون کمبلاش ببه جون کمبلاش بابه جون صد دفعه گفتم پینی رو کم برداش بابه جون کم برداش بابه جون کم برداش بابه جون کم برداش مرسی مرسی سلام امروز میخواییم به شما همشهریان عزیز محصولاتی رو معرفی کنیم که شاید خیلیاتون تا الان اطلاع نداشتین تو شهر خودمون تولید و حتی به استانهای دیگه هم صادر میشه. بله، درسته. مجموعه پروتئین نمونه مجهزترین گروه پرورش و تولید مرغ و تخم مرغ در استان مرکزی. بازم تأکید میکنم تنها مجموعه بسته‌بندی مرغ و تخم مرغ در شهرستان صابه. مجموعه تولیدی پروتئین نمونه همیشه در کنار شما و برای شما با بهترین محصولات. سبز رنگ زندگی سالم. پروتئین نمونه با مدیریت مهندس مقدم، شعبه 1 ساوه، میدان انقلاب جنب مسجد انقلاب، تلفن 422 18 349 و شعبه 2 ساوه میدان شهدا اول پیاده راه نبش خیابان سید ابورضا، تلفن 422 10 243. آهنگ بعدی خاطر انگیز و فولکلور ساوجی و همیشه محبت دارن دوستان. شب 27 ماه رمضان که میشه آقای بشم و بقیه دوستان تلفن میزنه منزل ما و این علم ترانی رو با هم میخونه. زنده نگر داشتیم آهنگ علم ترانی رو میخونیم و به یاد همه ساوه ها قدیم و جدید. علم ترانی یعنی چی؟ نمیشه بگید، شاید خیلی ها ندونن چیه. بله، رسم قدیمی و سنت قدیمی بوده که در 27 ماه رمضان میرفتن در خونه همسایه ها و این شعر رو میخوندن و هدیه میگرفتن، آجیل و شیرینی میگرفتن. البته بعضی وقتا هم از بالا پشتمون آب میریختن. البته ما باید همراهی میخواییم کنیم. علم ترانیت میدیم، هی هی، ماه رمضانیت میدیم، هی هی، علم ترانیت میدیم، هی هی، ماه رمضانیت میدیم، هی هی، یک خرگی خریده ای، هی هی، دم با گوشش بریده ای، هی هی، هرچی میزنیم رانی میره، هی هی، یه چیز یاد این زارا بره، هی هی، استراغا شمایی، نارنج دست شایی، از کرموشا بیایی، یه زنه ای مقبول میخوای. تو کی هر شو میری مرغی، بیا امشو ده تو مرغی، هانیش رو پله کنا یا من بیام تو مرغی، خواره ای که تو نیار، تنها بیا تو مرغی، تنها بیا تو مرغی. کجا بر افتی ده آخه، کجا بر افتی، چی تو بر افتی، هم کی بر افتی؟ بابا برتم به باغ پسته، حاج گوگوله نشسته، با
پاچکو پوله خیلو چی ای سوزنه یا قیچی از پشت بونه عشق تو من بیفتادم و گربی نکردم از پشت بونه عشق تو من بیفتادم و ورجستم و در رفتم و گرگم بونه کردم ورجستم و در رفتم و گرگم بونه کردم علم ترونیت میدیم ماه رمزونیت میدیم یه خرگی خریده ایم دم با گوشش بریده ایم هرچی میزنیم رانی میره یه چیز یادی تارا بره از قراغا شماهید نارنج دست شاهید از کرموشا میایید یه زنه ایم هر کجا صحبت از موسیقی و گویش ساوهی هستش محصول و سوغاتی ساوه هم حرف اول رو میزنه. یاقوت سرخ انار امشب من براتون تدارک دیدم، لطفا میل بفرمایید و استفاده کنید. خب گفتم خب کاسکاتی ترسیدیم از همون بگیری. چی بگم؟ از کجاش بگم؟ ما در مورد پیشغذای نظر دادیم، اولش خیلی خوب بود، منتها یه دو سه دقیقه بعد که گذشت احساس کردم باید نظرم عوض کنم. 4 دونه سیب زمینی و 4 دونه قارچ عین دندون گیریش موری گذاشته بود رو اون چوبا، ولی گوجه کبابیش خوب بود. من بابت گوجه کبابی یه امتیاز میدم. خدمت تو عرض کنم میرسیم به قضا. اشکنه چی بگم؟ آخ 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 سینه گرگ میزدی یه ما زوزه میکشید، ولی باشه خوشمزه بود. 2 امتیاز میدم چون تو سرما وایساد درست کرد، واقعا لذت بخش بود. در مورد دسر هیچی نمیتونم بگم، نعمت خداست، میوه خدایی، انار، یاقوت سرخ انتخاب خوبی داشت. من 3 امتیاز میدم. میشه چند تا؟ میشه 6 تا. اما شگفتانش شهاب کیهان موسیقی و خوندن ساوهیش شب بسیار لذت بخشی بود. به خاطر خوردن دور هم جمع نشده بودیم، اومده بودیم همدیگر رو ببینیم، همینطور که ما میخندیم گل لبخند رو لبای شما بنشونیم. خیلی خوشحالم که اومدیم بیون شما با قاب طلایی دوربین. اجازه بدید من 3 امتیاز به این شب خوب بدم، به میزبانیش بدم که کنار هم جمع شدیم، کلی خندیدیم، کنار اصغر راحتیم، کنار اصغر میخندیم و هممون با اصغر شادیم. من به اصغر نمره 9 میدم، اون 1 دونرم به خاطر اینکه کمال با خداست، هیچ کس 20 و 10 کامل نمیگیره. شاد و سلامت باشید. شب خیلی خوبی بود، خیلی خوش گذشت کنار دوستان. اما اگه بخوام امتیاز بدم به رفاقت اون باید 10 امتیاز بدم. اما خب به خاطر اینکه یک مسابقه است، حق کسی ضایع نشه، من سرجم فکر کنم 5 امتیاز کافی باشه. اما خب 5 امتیازم حالا بذارم ببینم 5 تا. اما 2 امتیاز دیگه بدم، 7 امتیاز میدم. امیدوارم آقای طنا از من ناراحت نشن که این سه تا این طرف مون. موفق باشن. شب خوبی بود، آقای طنایی هم زحمت کشته بودن، دستشون درد نکنه. اما خب چون بار خودش میگه من بار اولمه، بد نبود. پیش قضاش والا به نظر من سیب زمینیش خوب پخته نشده بود، حالا میشه 2 امتیاز بهش بریم. غذاش اصلا نمک نداشت، خیلی بیمزه بود. اما ما مجبور بودیم خوردیم دیگه، ترسیدیم دیگه بگیم نمک نداره ایراد بگیر. اما اینجا میگم ایش خودش هم نمیفهمه که پیش غذا دوگیرم که بگیم 2 تا و این 3 تا اینم بسته شد. بیشتر از اینو ما بهش بدی نه حق بچه های دیگه خورده میشه.
اما خب دسرش خوب بود، دسرش حداقل یه میوه هر شهر خودمون بود، انار بهشتی بود، خوب بود. این سمتازش کامل بهش میدم که میشه چی بکنم 8 امتیاز. اگه بخوام حقش بده فقط همین انار بیشتر نمیشه ها، همین حقش اینه. اما خب رفیقمونه دیگه، همین 8 امتیاز باشه. 2 امتیاز میذارم برای چی؟ شبای آینده که ببینیم بچه‌ها دیگه چیکار اون شاد بهتر از این باشه، حق اونا خورده دیگه نشه. ان شاءالله که شبای دیگه و شبی که خونه من تشریف بیانند بهشون خوش بگذره و شاد باشن. امیدوارم که به شما خوش گذشته باشه. این اولین برنامه شام صابئی بود که میزبان بنده بودم. عذرخواهی میکنم اگر نتونستم آشپزی خوبی رو انجام بدم، غذای خوبی رو بتونم براتون آماده کنم، برای دوستان آماده کنم. هدف این هستش که ما فقط کنار هم باشیم و شاد باشیم. هر شب برنامه خوب شام صابئی. مهمان چشمای زیبای شما هستیم. با دوربین اگه دوست دارید خداحافظی کنیم. شاد باشید. خدا نگهدار. خدا نگهدار. خدا نگهدار دوستان عزیز. تا فردا شب. تا فردا شب. خب برنامه شب اول ما هم به پایان رسید. با امتیازاتی که اصغر از همگروهاش گرفت مجموع امتیازش شد 24. تا فردا شب بدرود. دوست عزیز و گرامی، خواننده خوش صدامون جناب آقای بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. در ارتباط با مؤسسه فرهنگی هنری چشمسار هنر اندیشه صابئی، مجوزی که در این زمینه از سال 1397 با تلاش مستمر عده‌ای از فرهنگیان شهرستان صابئی، از بخش خرقان و بخش ارغباد و نوبران شهرستان صابئی و زرندیه، از این حقیر که یک کارآفرین و اشتغال زا بودم درخواست کردم که در راستای شغل این فرهنگیان عزیز در این شهرستان که بتوانیم گامهایی در زمینه ارتقا و رشد فرهنگی و به خصوص هنر داشته باشیم، درخواست نمودم که این مؤسسه را پیگیری، مؤسسه فرهنگی هنری را پیگیری کردیم و مجوز اون را دریافت نمودیم از وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی. و در این زمینه از سال 1397 دو سه پروژه مختلف در این شهرستان با موفقیت انجام گرفت، صورت گرفته. از برنامه‌های متنوع و پیشنهادهای متنوع، پروژه‌های متنوعی که دوستان و عزیزان پیشنهاداتی و پروژه‌های مختلفی را به ما دادن و از میان این پروژه‌های مختلف به خصوص مجموعه شام صابئی، ما این پروژه را از همه مفیدتر، مناسبتر با دوران سخت شرایط کرونایی که این بیماری منحوس که دامنگیر جامعه ما گردیده، به خاطر اینکه بتوانیم این روحیه
غمگین و این نوریه استراب و این روحیه دلهوره و این روحیه تشویش را به شادی و نشاط و آرامش تبدیل کنیم، که این عزیزان با این مجموعه فرهنگی توانستن گام مثبتی در این زمینه برداشته شود و این هویت فرهنگی و سنتی این دو شهرستان را به عرصه نمایش بگذارند و این جامعه را از اون حالت رکود و از اون حالت خاموشی به روحیه روشنایی و نشاط برگردانیم. در پایان از کلیه مجموعه عزیزانی که شام ساوه‌ای را از کارگردان و از تهیه کننده و از مؤسسه فرهنگی هنری و بازیگرانی که در این زمینه ما را یاری کردند کمال تشکر قدردانی را می نماییم. با سپاس.